دوستان گرانقدر به بخش اولی درس روز 35 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های گذشته ما شما روی جور کردن انوایس برای مشتری صحبت کردیم. امروز ما شما روی یک موضوع جدید که به نام ریسیف پیمنت یاد می شود در برنامه کویک بوکس صحبت می کنیم. وقتی که ما شما برای یک مشتری انوایس جور می کنیم، بعد از انوایس که از مرحله ریسیف پیمنت است، وقت از این رسیده که ما شما از مشتری پول دریافت کنیم. به این معنی وقتی که جنسی که مشتری برای ما شما آردر داده بود او آماده شد، جنسی که ما شما برای مشتری امرای انوایس تسلیم میکنیم، مرحله بعدی که است موضوع پول است که مشتری برای ما شما پول میدهد. اگر پول نمیدهد، ما شما با مشتری قسم تعهد کردیم که بعد از اینکه شما جنس از ما دریافت کردین 15 روز یا 35 روز یا 40 روز بعد برای ما پول دریافت بدین. او گپ جدا است. در غیر از او، اگر ما شما کاروبار ما شما با کیش باشه، با پول نقد باشه، وقتی که به مشتری ما جنس میدیم امرای انوایس یک جای، در مقابل از او ما شما پول دریافت میکنیم. پس فکر کنین یک مشتری آمد برای ما، از پیش ما جنس گرفت، انوایس برش دادیم، پول برای ما داد، پول ما دریافت کردیم. وقتی که پول شما از مشتری دریافت کردین، باید شما او رو در برنامه کویک بوکس برسانین که ما این قبول در مقابل اینمی جنس که اینمی انوایس نمبرش هست ما از فلان مشتری دریافت کردیم. پس این کار که از در برنامه کویک بوکس از امی کمار میشه، شما وقتی که میخواستین که در برنامه کویک بوکس رو برسانین که از کدام مشتری چه قبول دریافت کردین، این کار که است از کماند ریسیف پیمنت در برنامه کویک بوکس انجام می شود. خب ما چی میکنم؟ میایم در اینجا امرای ما سه دانه مشتری است. یک مشتری که به نام اجمل همدر رسید انتخاب میکنم، میایم برازی یک انوایس جور میکنم. فرض مثالی از پیش ما یک چند قلم جنس برای ما آرڈر کرده بود و آماده شد، آمده جنس گرفت، جنس تسلیم کردیم، یا پیش از اینکه جنس تسلیم کنیم ما برش انوایس جور کنیم، امرای انوایس جنس تسلیم میکنیم. این حال ما چی میکنیم برش انوایس جور میکنیم؟ میایم در کریت انوایس، در کریت انوایس که آمدی نام مشتری تیار انتخاب شدگی است، در آیتم کد میایم آیتم انتخاب میکنیم، یک تی بی هارد دیسک است و به مشکل 64 جی بی یو اس بی دیسک است امرای ما. دو دانه ازیر اسپیشم گرفت و دو دانه ازیر اسپیشم این نفر آردر کرده بود، برش ما چی کردیم؟ آماده کردیم و انوایس که جور میکنیم از امی دو دانه جور میکنیم. بعد از اون معلومات دیگهش مکمل در اینجا میاد که یک دانه شنه قدر است، مجموعه دو دانه شنه قدر میشه و تاریخی که ای را ما باید برازی تسلیم کنیم کدام تاریخ است. مثلا ما میگم که تاریخ شیپمنت ازی که است، میگم که از نومبر فرض مثال تاریخ نوسته، امروز تاریخ امروز انتخاب میکنم برش، صحیح شد تاریخ امروز انتخاب کردم. و انوایس دیتم که هست چی میکنم؟ انوایس دیتم ما تغییر میتونم، تاریخ امروز انتخاب میکنم، تاریخ 9 اکتبر یعنی ماه 11 ایرم برش انتخاب کردیم. بعد از او یک مسیجم در اینجا برش میمانم که Thank you for your business، ایرم انتخاب کردم از این قسمت. و بعد از او که هست ما چی میکنم؟ فقط روی Save and Close کلیک میکنم. وقتی که روی Save and Close کلیک کردم، اسپلینگ گرامر کلش اگنور میکنم، شما ببینین ده هیستری اینمی مشتری ما که به نام اجمل همدرد است 10200 افغانی ببخشین 10200 افغانی چی شده؟ اضافه شده هم ده هیستریز، یعنی این پیسه که است بالای زی اکاونت پیبل است و برای ما شما اکاونت رسیبل است. این حالی مشتری وقتی که بلا به مشتری دادیم، مشتری برای ما گفت بیادر بگی 10200 افغانی 200 افغانی تا بگی، ما پول دریافت کردیم. مگم در برنامه کویک بوکس اگر شما متوجه باشین، هنوز هم سر از مشتری ما شما پول باقی مانده. پس اگر شما میخواین که مسئله دریافت پول در برنامه کویک بوکس برسانین که از فلانه مشتری ما اینقدر پول دریافت کردیم، این کار که از طریق کماند ریسیف پیمنت میشن. امروز که ما شما سر از این صحبت میکنیم که اگر مشتری مکمل پیمنت میکنه از امو اینوایس که ما برش پرینت کردیم مکمل پیمنت میکنه، چه قسم ما شما رو در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم. در ریکاردهای بعدی سر از این ما صحبت میکنیم اگر پارشلی پیمنت میکنه یا هالف پیمنت میکنه برای ما شما، هالف پیمنت، و یا هم ما بر مشتری خود دیسکاونت میتیم، او رو چه قسم پروسس میکنیم، او رو در ریکاردهای بعدی صحبت میکنیم. امروز اگر مشتری برای ما فول پیمنت میکنه، چه قسم ما رو ریسیو میکنیم در برنامه کویک بوکس، مو ریسیو پیمنت هم میرسانیم. میایم در ریسیو پیمنت، وقتی که در اینجا اومدیم، در اینجا
ما شما اولین کاری که میکنیم دینی قسمت کاستمر پیمنت چی میکنیم ریسیو فرام پول از کی ریسیو کردی نام مشتری را انتخاب میکنیم. اگر ما اجمل همدرد انتخاب کنم ببینین چقدر پولی که برای ازی باقی مانده باشه انوایس هایی که ما جور کرده باشیم مکمل اماونتایش برای ما در اینجا نشان میده که بین تاریخ ما مثلا برای ازی انوایس جور کردیم انوایس نمبر اینیستا اوریجینال اماونت نقدر است اماونت دو نقدر است چقدر برای ما این نفر پیمنت میکنه. اگر دیگر مشتری را انتخاب کنیم مثلا اینی مشتری که هست امید خان از پیش شما هیچ قرضدار نیست اگر اینو کلیک کنیم در هیستوری ازی که هست ایچ ایز دو پیمنت نمیه یعنی ایچ انوایس نمیه که بالای زو اینجا برای ما معلومات میده دیر آر نو انپید انوایسز فور دیس کاستمر یعنی این نفر در هیستوری خود کدام انوایس نداره که او را برای ما شما پید نکرده باشه unpaid invoice وجود نداره. پس ما چی میکنیم اونم مشتری را انتخاب میکنیم. وقتی که او را انتخاب کردین شما ایتون میتونین که اینجا خودتان اماونتش نوشته کنین و ایتون میتونین که هر انوایسی که اگر دادن انوایس باشه انوایس مشخصه که شما انتخاب میکنین اونم اماونتی که اینجا هستن اتوماتیکلی او در کدام قسمت میاد می پیمنت اماونت اونجا ذکر میشه. اینجا کلیک کنین شما وقتی که خب میرا یس انتخاب میکنین وقتی که انوایس شما ریکارد کلیک کردین و نمو توتال اماونت ازو اتوماتیکلی دینجا چی میشه برای ما شما کاپی میشه اونجا میای که دین انوایس کس توتال اماونت نقدر است یعنی مجموعه اماونت این می انوایس نقدر است. خب ای پیمنت کی نفر برت میکنه که به کدام تاریخ پیمنت میکنه میگیم به می تاریخ امروز برای ما این نفر پیمنت کرد به این تاریخ ما انوایس شروع کردم به این تاریخ برای ما پیمنت کرد. شما میتونید که انوایس نمبرش رو اینجا ذکر کنین مثلا انوایس نمبر چند بود 8 بود ما میگیم که اینجا نوشته میکنیم که INV number 8 و اگر تنها شما میخواین که مثلا 8 نوشته کنین هم مشکل نداره. این پیمنت که شما برای شما کرده به شکل چک است اگر چک باشه شما یه چک نمبرش در پالیش چک نمبر هم شما درج میکنین نوشته میکنین میگم نه به شکل کش برای ما این نفر پیمنت کرده. و ای پیمنت که هست یه اکاونت ریسیوال که هست از ما شما ای چه قسم اکاونت ریسیوال است افغانیست یا دلاری برای ما میگه ای افغانیست. خب این نفر که شما انتخاب کردین برای ما میگه که پیمنت اماونت اینقدر است شما یا ای را تغییر میتین مکمل اماونت است یا کم اماونت است. ما میگیم نه مکمل چقدر اماونت که در اینوایس مکمل این نفر برای ما شما چی میکنه پیمنت میکنه. در اینجا برای ما یک معلومات میتن مکمل معلومات اماونتس فور سلیکتد اینوایس اماونت دو 10200 افغانی اپلاید 10200 افغانی و دیسکاونت ان کریدیتس اپلاید 0 مکمل انوایس از این قدر افغانیستان و چقدر پیمنت که سر ازی اپلای شده اینی برای ما پی میکنه مکمل این قدر است و کدام دیسکاونت و اویلیبل کریدیتس این نفر این مشتری ما شما نداره. بعد از ما شما چیکار میکنیم سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین شما ببینین ده هیستری این نفر که 10200 افغانی بود و مکمل چی کلیر شد به این معنی که ای پول را ما شما از این مشتری مشخصی کردیم دریافت کردیم و در اینجا برای ما در هیستری از این نفر نشان میده که اول برای از ما شما یک انوایس شروع کردیم نمبرش 8 است بعد از برای ما این پیمنت کرده مکمل چقدر پیمنت کرده از 10200 افغانی پیمنت کرده برای ما شما. اگر ما شما بیایم در اینجا بیایم سل کنیم شما در ریپورت ما بیایم در برزو در بخشی اکاونتنت ان تاکسز برزو ما شما بیم در روی ترایل بالانس کلیک کنیم و در این قسمت آل انتخاب کنیم شما ببینین در اینجا برای ما هم نشان می ده یک اکاونت است به نام ان دیپوزیتد فاند. وقتی که ما شما مستقیم از مشتری خود پول دریافت میکنیم اون پول که از مستقیم در یک اکاونت است به نام ان دیپوزیتد فاند دوج جمع میشه. در اینجا ببینید شما در ان دیپوزیتد فاند 10200 افغانی جمع شده و این 10200 افغانی از چی ما شما دریافت کردیم بعد است اوردم دابل کلیک کو سرازی برای ما میگه که بدر یک مشتری است به نام اجمل همدرد اینی برای ما شما پیمنت کرده و در حقیقت اکاونت کی به لینک است اکاونت سیول بود و به او خاطر دیگه در ان دیپوزیت فند امر ما شما 10200 افغانی جمع شده. اگر ما شما بیایم در بخش در اینوینتری در فیزیکال اینوینتری ورکشیت بیایم شما ببینید اینوینتری ما شما هم دو دانه چی شده کم شده. دیگه دوستایی بود طریقی ریسیو کردن پول از مشتری در صورتی که مشتری برای ما شما فول پیمنت میکنه. اگر برای ما شما مشتری فول پیمنت نمیکنه یعنی می پیمنت که در چندین دفعه میکنه برای ما شما می فول پیمنت او چه قسم پروسس میشه او را ما شما در ریکارد بعدی انشاءالله صحبت میکنیم.